نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشینشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفاوت حکم و موضوع فرمودند: حکم عبارت از تکالیف شرعی از سوی شارع به افراد مکلف است که شامل واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح می شود. اما موضوع به معنای چیزی است که حکم شرعی بر آن صدق می کند. به عبارت دیگر، موضوع به آن چیزی اشاره دارد که حکم شرعی بر آن قرار می گیرد. معظم الله در ادامه فرمودند: لذا حکم به آنچه که درباره یک عمل صادر می شود اشاره دارد، در حالی که موضوع به خود آن عمل اشاره دارد. مثلا اگر موضوع نماز باشد، حکم آن واجب است. ایشان همچنین تاکید فرمودند: در الفاظ نیز ظواهر حجت است که گاه لفظ ظهور در حکم و در برخی مواقع ظهور در موضوع دارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، ببینید حکم یعنی یکی از این پنجتا: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. موضوع یعنی اون چیزی که واجب برش اومده، صلات، صوم، نمیدونم شرب خمر که حرمت بسش، اونا موضوعه. وقت به نتیجه ظواهر حجت، هر قد لفظ ظهور در موضوع داره فبها، ظهور در حکم داره فبها، ظواهر حجت. حکمه؟ نه نه، صله نه، ظهور امره، امر ظاهر در وجوبه، در ظاهر در وجوب یعنی حکم، امر ظاهر در وجوبه یعنی حکم. وقت صلات چیه؟ اونو از دلیل دیگه ما باید استفاده کنیم. فرمودن صلو کما رأیتمونی اصلی، اونی که پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام دادن صله اونه. لفظی است که ظهور در حکم داره، ظواهر حجت. همین، آره. خب امرشون امر حکمه. بله، یعنی حکم از لفظ استفاده شده. آخه حکم گاهی از عمل معصوم استفاده میشه، گاهی از تقریر معصوم، گاهی از لفظ معصوم، قول.